جدی و اساسی قرار بگیره. آقای زیبا کلام، یکی از شعارهای تظاهر کننده ها رفراندوم بود. آیا همچین چیزی اصلا در جمهوری اسلامی ایران قابل تصور هست؟ رفراندوم بکنیم بین چی و چی؟ اولین مشکل از همینجا شروع میشه. مگر اینکه شما بگید که آقای زیبا کلام خودت به کوچه علی چپ نزن، رفراندوم بکنیم بین اینکه جمهوری اسلامی آری یا نه. همون رفراندومی که سال 58 شد، اگر مردم گفتن جمهوری اسلامی یعنی همینی که تو این 40 ساله بوده، آری آری. اگر گفتن نه، اون وقت مثلا بشه جمهوری غیر دینی، بشه یه جمهوری سکولار، بشه پادشاهی، بشه هر چیز دیگر. یک همچی رفراندومی اگر روزی در ایران صورت بگیره، هیچ کس نمیتونه حدس بزنه که چقدر نخواهند گفت به آینده جمهوری اسلامی. آنچه مسلمه این هستش که کسر قابل توجهی از مردم نخواهند گفت به ادامه مجموعه نظامی که تا به امروز بوده. ثروتمندان به یه دلیل نمیگن، تحصیل کرده ها به یه دلیل نمیگن، اقشار و لایه های مذهبی به یه دلیل نمیگن، روستایی ها به یه دلیل نمیگن، حاشیه نشینان تو شهرها به یه دلیل نمیگن، به جز یک قشر بگیم 10%، 20%، در بهترین حالت 30% که آری خواهند گفت که این نظام ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که بالای 70% نخواهند گفت. و اینو مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم میدونن، بنابراین نیازی به رفراندوم هم نیست. شما یه نظرسنجی معمولی هم بکنی به شما نشون میده که بالای 70% مردم ناراضی هستند از نظام جمهوری اسلامی. دویچه وله.